سلام به شما بینندگان عزیز، به گیم انتک پلاس خوش اومدید. در بخش اول این برنامه نگاهی میاندازیم به سه کوله پشتی متفاوت با بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا و در بخش دوم هم به صورت اختصاصی یکی از شاهکارهای دیوید کیج در دنیای بازی رو مورد بررسی قرار میدیم. لطفاً با من در قسمت 26 از گیم انتک پلاس همراه باشید. یک کوله پشتی ضد آب و محکم با قابلیت‌های ساده اما کاربردی که با وجود داشتن یک مانیتور LED کشیده روی بدنش نه تنها کمک می‌کنه که رانندگان وسایل نقلیه در طول شب کاربر این کیف رو شناسایی کنن و باش برخورد نکنند، بلکه می‌تونه پیام‌هایی رو به افرادی که پشت سر او قرار دادن هم برسونه. این کار از طریق اپلیکیشن کیبک انجام میشه. کافیه پیغامتون رو درون برنامه تایم کنید تا روی مانیتور کوله پشتی به نمایش در بیاد. همچنین قابلیت ارسال پیغام SOS، استفاده از مانیتور به عنوان اکولایزر در هنگام پخش موزیک از طریق اسپیکرهای قدرتمند اون و امکان تغییر رنگ مانیتور هم برای کیبک در نظر گرفته شده. ضمناً باتری این کوله پشتی ظرفیت بالای 13600 میلی‌آمپر ساعتی داره و باهاش میشه دیوایس‌های دیگر رو هم شارژ کرد. قیمت این وسیله هنوز مشخص نشده. سیان 180 یک کوله پشتی هوشمندی که چند امکان متفاوت رو ارائه میده، مثل شارژ کردن دیوایس های اطراف با باتری که ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعتی داره یا قابلیت ردیابی از طریق گوشی با سیستم GPS در صورت مفقود شدن کیف و یا بالعکس. اما از اینها جالبتر دوربین کوچکی که روی قسمت جلویی کوله پشتی قرار داره و از این طریق شما میتونید پشت سرتون رو هم چک کنید. این ویژگی با قابلیت‌های ردیابی وسایل نقلیه، افراد و سلاح‌های اونها همراهه و در صورتی که کسی به صورت مشکوک بخواد از پشت سر بهتون حمله کنه، سیان بلافاصله از طریق گوشی به شما هشدار میده تا حواستون به پشت سرتون باشه. از امکانات دیگر این کوله پشتی متفاوت میشه به شارژ کردن چند دستگاه به صورت همزمان، اسپیکر با کیفیت برای پخش موزیک، زنگ دور شدن بیش از اندازه از کوله پشتی، شارژ شدن سریع باتری و LED نواری با قابلیت تنظیم و تغییر رنگ اشاره کرده.
The new MVB backpack is the bag to rule them all. حالا که صحبت از محافظت شد، بعد نیست شما رو با کوله پشتی MVB آشنا کنم. یک کیف با ظاهری متفاوت که تمام دیوایس‌های داخلش رو از نفوذ آب و گرد و غبار حفظ می‌کنه. این کیف همچنین طوری طراحی شده که اگر کاربر نیاز داشته باشه، می‌تونه با برداشتن دریچه مخصوص و فوت کردن درون کیف، MVB رو تبدیل به یک جلیقه نجات کنه. فناوری منحصر به فرد MVB در کنار کارایی اون سبب شده تا شاید ظاهر نسبتاً ساده و تیوب مانندش و نبود امکانات امروزی کوله‌پشتی‌های هوشمند درون به چشم نیاد و تبدیل به یک کالای محبوب و رقابتی بشه. The Shield Edition MVB is packed with features to ensure your peace of mind with a Kevlar insert that protects against almost anything. Oh, and did I mention it's completely waterproof? It can even be used as a flotation device. But most importantly, it goes where you go. And to us, that's what makes it the world's most valuable bag. Please back us today. More and more androids show signs of deviancy. به بخش دوم برنامه خوش اومدید. در این قسمت قراره با هم یکی از شاهکارهای سگانه پدر سبک درام تعاملی دیوید کیج رو مورد بررسی قرار بدیم. پس لطفاً با من همراه باشید با نقد عنوان آینده گرایانه دیترویت بیکام هیومن. The way we tell stories has naturally changed since Aristotle defined the rules of tragedy about 2500 years ago. دیوید کیج آدمی با ظاهری ساده و معمولیه. به چهره او و طرز لباس پوشیدنش نگاه کنید. او در تمام مصاحبه ها و سخنرانی هاش هم به دور از هر گونه تکبر یا منیتی صحبت میکنه و معنای کلامش همیشه انسانیتیه که چندان ماهیت وجودی در این زمونه نداره. کاراکترهایی هم که او خلق میکنه همیشه از همین دستن. تنها دغدغه او در بازی رشد یک شخصیت معمولی در جریان اتفاقات نامعموله. چه داستان خیالی باشه مثل بیانگ تو سالز، چه کاملا واقعی مثل هیوی رین. او کسیه که مرز بین فیلم و بازی رو به حداقل رسونده و شاید همین یکی از دلایلیه که بعضی ها نمیتونن با آثارش ارتباط برقرار کنند. تمرکز بر درام بیشتر از گیم پلی. بله، داستان سرایی درام و پرداختن به شخصیت‌های بازی از بزرگترین شناسه‌های آثار کیج هستند که در دنیای فورتنایت ها، اپکس لیجنز ها و همه ی بتل رویال های دیگه چندان طرفداری نداره. حلقه گمشده که سلیقه ما در انتخاب بازی شاید فرار کردن از رویارویی با داستان‌های واقعی و عمدتاً تلخ زندگی هامون باشه. اما کسایی که هنوز به بازی‌هایی با تکیه بر داستان مخصوصاً از جنس حقایق تلخ علاقه دارند، نباید از کنار این اثر دیوید کیج بگذرند. دیترویت بیکام هیومن. دیترویت این محصول کوانتیک دریم اگرچه از لحاظ حق انتخاب و داستان پردازی قدرت هیوی رین و بیان تو سالز رو نداشت، اما باب جدیدی رو در نگاه به ماهیت نسل بشر در آینده ای نچندان دور باز کرده. نجات پرست و خودخواه با اشتهایی سیری ناپذیر در خلق کردن و برتر بودن. دیترویت انسان باش عنوانیه که در سال 2019 روانه بازار شد و داستان همزیستی انسان ها در کنار اندروید ها رو روایت میکرده. دوره‌ای که در اون این همزیستی اصلا مسالمت‌آمیز نیست و در واقع بشر با خلق ربات‌ها دوباره داره برمیگرده به دنیای برده‌داری واقعی. ربات‌ها صرفاً جهت رفع نیازهای بشر تولید میشن و به واسطه بیکار شدن بسیاری از انسان‌ها جز دشمنی و سوء استفاده چیز دیگری نصیب این محصولات دست بشر نمیشه. Is called.
My name is Connor. My name is Marcus. This is our... حالا کمی به کاراکترها بپردازیم تا بعد بتونیم بریم به سراغ مابقی المان‌های بازی. در این عنوان انحصاری PS4 که سال 2038 رو روایت می‌کنه، سه کاراکتر قابل بازی وجود داشت. هر سه اندروید و برخلاف ماهیت وجودی ربات‌ها، دارای اندکی احساس. Stay in line, obey orders and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you. یکی از تولیدات کمپانی سایبر لایف به عنوان تولید کننده اندرویدها، دختر جوانی به نام کاراست که به عنوان خدمتکار و خانه‌دار در منزلی با جوی هولناک زندگی می‌کند. در خونه که یک پدر به نام تاد به خاطر بیکاری شغل و همسرش رو از دست داده و معتاد شده. اینها دلیل خوبی برای انتقام از اندروید توی خونه است. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. اما این تمام ماجرا نیست، چون او به عنوان یک پدر ناتنی دختر خونده خودش آلیس رو هم به بدترین شکل ممکن آزار میده و شکنجه میکنه، موضوعی که باعث اعتراض بسیاری از سازمانهای حقوق بشری و حقوق کودکان به تصاویر این بازی شد. کاراکش رو که احساسی رو متحمل میشه تصمیم میگیره تا آلیس رو از دست پدر ناتنیش نجات بده و دست به فرار میزنه، جایی که روبرو شدن با جامعه بحران زده و اندروید ستیز اونها رو در مسیر جدیدی قرار میده، مخصوصا که ذهن کارا هم شروع به رشد کردن کرده. Any closer or I'll jump. Dad, help me. Hi Daniel. My name is Connor. Connor. شخصیت دوم قابل بازی در دیترویت. رباتی خوشتیپ و جذاب که بر علیه هم‌نوعان خودش در اداره پلیس با یک مأمور اندروید ستیز دوئم‌الخم به نام اندرسون همکاری می‌کنه. این دو وظیفه شناسایی، مقابله و دستگیری ربات‌های از رده خارج شده و یا معیوب و سرکش رو بر عهده دارند. همکاری عجیبی که لحظات عجیب‌تری رو در بازی رقم می‌زنه، جایی که کانر باید دچار بحران شخصیت بشه و مسیر جدیدی رو انتخاب کنه. و اما مارکوس، سومین شخصیت قابل بازی در دیترویت، اندرویدی که در حال خدمت کردن به یک پیرمرد نقاش و دنیا دیده است. او وظیفه خرید کردن برای منزل پیرمرد رو هم بر عهده داره، بنابراین ناخودآگاه بیشتر از مابقی اندرویدها در جامعه بیرون قرار میگیره و با برخوردهای بد مردم با اندرویدها و شخص خود او بعد از مرگ پیرمرد از خونه خارج و تبدیل به یک ربات نسبتاً آزاد میشه.
have apparently decided to put an end to the Deviant's demonstration by force this time. North! کاراکتر مارکوس در این بازی از انسان‌های نمادین انسانی‌تره و روحیه آزادی طلبی که به واسطه رفتارهای بد مردم و همنشینی با پیرمرد در او ایجاد شده راهی جز مبارزه برای هم‌نوعانش رو پیش روی او نمیذاره. ویدیویی که از اینجا به بعد تماشا خواهید کرد بخشی از گیمپلی ابتدایی بازی دیترویته. حالا بریم به سراغ جمع‌بندی. سه کاراکتر گفته شده در این بازی در مسیرهای موازی با هم پیش میرن و داستانهای سطحی البته نسبت به آثار قبلی کیج اما جذاب رو خلق میکنند، مخصوصا که خیلی زود ماجراهاشون با هم گره هم میخوره. حالا پیام مهم این بازی چیه؟ کیج در دیترویت سعی داره کاری رو بکنه که ما دلمون به حال ربات‌هایی که ساخته ی دست بشر هستند هم بسوزه. البته نه به عنوان ربات‌های واقعی. داستان عمیق‌تر از این حرف هاست و در واقع دیترویت داره با کنایه‌های غیر مستقیم ماهیت ما انسان‌ها رو از زمان‌های دور تا به امروز به چالش می‌کشه. خود برتر بین و جاه طلب. در واقع این اثر کنایه کاملی به برده‌داری مدرن، شرایطی که همین الان هم در جوامع پیشرفته و غیر پیشرفته وجود داره. وقتی عده زیادی فقط برای گذران زندگی کار می‌کنند تا تعداد اندکی در رفاه به سر ببرند. پس میشه گفت چیزی که در ورای بازی دیترویت قرار داره فلسفه است، نه داستان و نه گیم پلی. اما عمق داستان در یک بازی نمیتونه ملاک انتخاب گیمرها باشه. پس کیج باید سعی می‌کرد که همه عوامل موفقیت یک بازی رو به دیترویت تزریق کنه. اینجا بود که تجربه‌های کیج در ساخت بازی‌های گذشته‌اش از فارنهایت گرفته تا بیاین تو سالز او را در مسیری قرار داد که علاوه بر مقوله پرداختن به دغدغه‌های اجتماعی به سراغ گیم‌پلی واقعی‌تری بره تا شاید انتقادهای به نظر من بی‌مورد از او کمتر بشه و همینطور هم شد. علاوه بر گیم‌پلی، گرافیک خارق‌العاده بازی هم در زمان خودش و حتی تا پایان نسل هشتم هر گیمری رو مجذوب می‌کرد. صحنه‌های متعددی در این عنوان وجود داره که از لحاظ بصری در سال 2018 حتی منتقدین بازی‌های این سبک رو هم وادار به تمجید می‌کرد. عامل صداگذاری در این بازی هم مثل دیگر کارهای کیج بی‌نظیر بود و موسیقی در حدی بالاتر از مطلوب. شاید تنها ایرادهای وارده به این بازی اونم در سختگیرانه‌ترین حالت و نسبت به بازی‌های گذشته استودیوی کوانتیک دریم و شخص دیوید کیج عدم بهره‌مندی از داستانی عمیق و شخصیت پردازی‌های آنچنانی بود، چرا که این بار فلسفه جای داستان رو گرفت، گرچه در نهایت باز هم اثری متحیرکننده از کیج خلق شد. برای جمع‌بندی این آیتم فقط باید بگم که این بازی پیشنهاد ویژه من به بینندگان برنامه گیمنتک پلاسه، البته بعد از تجربه دو شاهکار دیگر دیوید کیج یعنی هیوی رین و بیان تو سالز. و در اینجا این قسمت از گیمنتک پلاس هم به پایان رسید. امیدوارم که از بررسی اختصاصی ما از بازی دیترویت بیکام هیومن لذت برده باشید. در پایان این برنامه توجه شما را به تماشای ادامه گیمپلی این بازی جلب می‌کنم. تا برنامه بعدی گیمنتک پلاس وقتتون بخیر و بدرود. Units hold positions. The negotiators going in.
any closer or I'll jump! No, please, I'm begging you! Go! Hi, Daniel! My name is Connor! How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch him! Touch him and I kill you! You can't kill me. I'm not alive. Replace you, and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their toy. Something to throw away when you're done with it. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me! I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no! There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies. You hear me? Stand that noise anymore! Tell that helicopter to get out of here! The situation is under control! There! I did what you wanted! Listen, there are snipers on every roof. Let the hostage go, you have no other choice. I want everyone to leave! And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. You lied to me, Connor. You lied to me.
This is the top-of-the-range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 languages and dialects. And handles the kids' homework. Elementary school up to university level. Wow. Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion on this entire range. I can show you $7,999 with a 48 months interest-free credit. And it comes with a 2-year warranty for parts and labor. We'll take it. It switches to surveillance mode. Contacts emergency services. Just follow me. We'll process the order. How much is that? The MP800 is slightly more expensive, but it has many other functions. Come along and I'll show you. I don't like this guy. There it is. It's a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Ah, I see. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. To go home now? Yes, Rose. Yes, I think that's enough for one day. Here. Let me help. Water. Idiots, I want this done by 4.
desire. We prefer to live with machines than with our own kind. Technology is our god now. It was supposed to serve man, but it is becoming our new master. Why do you look at me so, demon? I know who you are. I can see through you. You are the one by whom the evil will come. You are the one who will destroy Detroit.